سلام عرض میکنم خدمت تمام بینندگان محترم شبکه تیوی پلاس و برنامه بکلایت. گیریم و لباس فیلم سینمایی عروس نیزاره به کارگردانی آقای هادی رمضان‌پور. چیزی که من میدونم که ما نیزارشو ندیدی، عروسشو ولی دیدی. ژانر وحشته و بله، این فیلمیه که ژانر وحشت و معماییه. یه جوری که بله، این دختره، یعنی من 28 روز گیریمم با گیریم روح بوده. عکسشو دیدم. بله. بعد اینکه گیریم من اصلا این شکلی نبود و چقدر اتفاق خوب بود که امروز اومدیم با همین گیریم بودم، یه ذره خوشگل‌تره دیگه. آره، بد نیست. جهان پسندید هنر نصف جهان را. قالی سلیمان. ماجرا یه بازی خیلی سختی داره، به نظر من بازی بدون دیالوگ اکثرا، یعنی بدون دیالوگ، مگر تو فلش بک. یه بازی حسی میخواد و یه اکتی میخواد که منو به چالش کشید. برای همین خیلی دوست داشتم در این کار بازی کنم، چون که متفاوت بود با کارها و عروسایی که یه ذره خب خجالت میکشن، یه ذره مثلا این توره رو میدم والا میدم پایین، خیلی متفاوت بود. این ماجرا اینه که با لباس عروس نقش یک آدمی که خب ممکنه وجود نداشته باشه، ممکنه وجود داشته باشه و یه کاراکتر خاصیه، یعنی حال و هواش متفاوته با عروسایی که به چشم دیدیم، برای همین خیلی بر من جذاب بود. خودت آدم ترسویی هستی؟ من؟ نه، من اتفاقا عشق هیجانم. واقعا؟ من عاشق هیجانم. من در لحظه سعی میکنم زندگی کنم. ببینید غصه خیلی میخورم و غصه فردای خودم و غصه فردای مردم و غصه اطرافیانم و غصه اقوام، همه رفیقام، همه ولی الان در لحظه زندگی میکنم. یه چیزی توی اینستاگرام خوندم و خیلی قشنگ بود، اینکه خدای ما زودتر از ما در فردای ماه، برای همین نگرانش نیستم، راحتم، چون که واقعا مشکلات خیلی زیاده. حداقل به اطرافیانم بتونم این آرامش رو بدم. مشکلات اقتصادی مردم خیلی زیاده، واقعا جامعه ما رو ناراحتی گرفته، مردم خوشحال نیستن، خیلی تلخه، چون که ثروتمندا دارن ثروتمندتر میشن، فقیرا دارن فقیرتر میشن و اکثر جوانهای جامعه ما هر چی میدونن در جا دارن میزنن. واقعا من میبینم دیگه، ما جوان، خیلی رفیقای خودم، اقوام، خودت هم جوانی دیگه، ما هر چی میدونیم داریم در جا میزنیم. یعنی مثلا یک کار انجام بدی، سر یه پروژه آتوم هم بگیری، قبلا اگه مثلا میتونستی با اون پول بگی خب میرم یه ماشین میخرم، میرم یه کاری میکنم، الان فقط پول خورد و خوراک. دقیقا همینه. کاش یه اتفاق خوب بیفته، حالشون خوب شه، اینکه از کنار یکی رد میشی لبخند بر لبش باشه به تو انرژی میده، حال آدم بد نمیشه. غصه من خیلی میخورم، اینو مامانم هم فکر کنم تو مسابقه قبلی گفت، واقعا خیلی غصه میخورم چون علنی شده، ولی کاری از دستم بر نمیاد. امیدوارم از ته قلبم یه قدرتی داشته باشم بتونم واقعا کاری بکنم، فقط شعار نباشه. اگه الان مثلا یکی از مسئولین رو میدیدی، اولین خواسته‌ای که ازش میداشتی چی بود؟ با یه خانمی آشنا شدم جدیدن، میشم مادر جون میگم، خانم مسنیه. این خانم حسرت زنگ بچه‌های خودشو داره، حالا دیدار به کنار. اگر بود میگفتم که انقدر نمیدونم به خاطر دغدغه است، به خاطر چیه بچه‌ها سراغش نمیان، انقدر آسایش به مردم بده که اول از همه مادرشون رو فراموش نکنن، دوم اگر واقعا میتونستم باشون صحبت کنم، رو در رو ازشون خواهش میکردم به فکر جوونا باشن. جوونای ما واقعا بسیار آدم با استعداد داریم، اما وقتی هیچ میدونی براشون وجود نداره، این استعداد تبدیل به غم و اندوه و افسردگی میشه. و برای کودکای کار، برای بی سرپرستا، برای زنان سرپرست، برای این بدهکارهایی که زیر 2 میلیون هم ما داریم، حتی اینا نباشه، یه جامعه زنده داشته باشیم. الان
مثل شهر مرده ایم.